شما یه شیرینی عربی به من نشون بدید، یه شیرینی، یه غذای عربی به من نشون بدید در طول تاریخ. این موش رو زنده زنده میخورده، سوسک میخورده، خرچوسونه میخورده، مارمولک نه آقا، اینا فکر نکنید چاره ای نداشته، چون در جایی بوده که نه آب بوده نه خاک. جلوی پیشاب شتر یه چیزی با چرم درست میکرده که وقتی تشنش میشه چی بخوره؟ شاش شتر رو بخوره. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، مال فردوسیه، خدا رحمتش کنه. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسانیده کار. از آن عرب اصطلاحی است که رومیا به اینا دادن، یعنی وحشی. ولی اگر کسی تاریخ بعد از رسول الله رو با دقت مراجعه بکنه، هیچ جز دزدی، بیشرفی، بیناموسی، آتش زدن، سوزندن، هیچی تو این مجموعه نمیبینه. یعنی جنایاتی رو خواهد دید که این جنایات بدون تردید چنگیز این کارا رو نکرده، بدون تردید. بله مقاومت باش کردن، قتل عام کرده. اگر شهری مقاومت نکرده کاری به اون شهر نداشته. ولی اینها تمام شهرها، تمام مملکت ایران رو تا مرز جیهون، همه جا رو به عنوان اینکه ما مالک هستیم و تمام مردمش برده ما هستن تصرف کردن. اسلام برای این بود. اصطلاح موالی یعنی چی؟ وقتی میگن مولا فلان یعنی غلام فلان کس. تمام این جامعه رو، مرد و زنشون رو غلام خودشون کردن. یعنی اسلام برای این اومده بود. تصور نکنید که حرفهایی که در تاریخهای دستوری در مورد این جنگ ها نوشته شده ارزشی داره. به هیچ وجه ارزش نداره. اون نامه رو نوشته، اونا رفتن پیش نمیدونم یزدگرد و رو خاک نشستن و غلط کردن. جامعه عربی یک جامعه وحشی وحشی بوده، یعنی وقتی تک میدویده بایستی با اسب تیز رو تعقیبش بکنن بهش برسن. مملکت روم و مملکت ایران اومده بودن دو تا حکومت در شمال و در جنوب ایجاد کرده بودن تا جلوی ورود این وحشی ها رو به خاک خودشون بگیرن. و در مواقعی که جنگ بین این دوتا پیدا میشه بتونن کمک بگیرن از اینا. حالا این مردم وحشی ریختن توی این مملکت های آباد، در حالی که 20 سال جنگ فرسایشی که بین مملکت ایران و روم بوده این مملکت رو از پا در آورده، به طوری که در 4 سال آخر 12 پادشاه عوض کرده که 2 از این پادشاه ها در مجلس تاجگذاری کشته شدن. بنده سال گذشته عرض کردم که حاصل کار رسول الله این شد که یک مردم وحشی رو به هم منسجم کرد و اینها تونستن یک قدرت بشن برای قارت، چون هیچ درکی نداشتن. اگه بخواید یا کنید این تیکه رو ناچار ضبط کرده تاریخ و از دستش در رفته. میگه وقتی به فرش بهارستان رسیدن چیکار کردن فرشو؟ میدونید چقدر سقوط فرهنگی میخواد تا یه مش ارشد که نظامی وقتی یه جایی ریختن فرش بهارستان رو تیکه تیکه بکنن؟
دونه چه سقوط فرهنگی میخواد؟ طلا میآوردن تو تیسفون میدادن، جاش چی میگرفتن؟ نقره میگرفتن. یعنی این قوم و جماعت درک افزایش قیمت طلا رو نداشتن. تصور نکنید که با شمشیر جنگ میکردن، ابدا چنین چیزی نیست. با سنگ، با چوب و گاهی خرخره طرف رو میجویدن و خونش رو میخوردن. تصور نکنید که حیوان وقتی میخواستن بکشن میرفتن بالای بلندی، این حیوان از اون بالا پرتش میکردن پایین، یا با چوب میافتادن به جونش، انقدر میزدنش. صریح قرآنه، حرمت علیکم المیتتو و النطیحتو و الموقودتو. اینایی که بعد اومدن تاریخو نوشتن، دروغ نوشتن، تحت تأثیر حاکم وقت تاریخ نوشتن و از فتوح اسلامی یک تابلو ساختن که همش دروغه. هر چی دختر جوان در هر آبادی و شهر پیدا کردن، بردن این رو تو بازارها فروختن. هر چی جوونه نورست دیدن، گرفتن و بردن فروختن، تا جایی که غلامبارگی در بین مردم سردمدار پیدا شد، فضاحت ها تو این کار پیدا شد. 200 سال از این جریان گذشته و در طول این 200 سال به تدریج و ذره ذره در یه فرهنگی منتقل میشه، شد مأمون به یحیی بن اکثم داره میگه که یحیی بن اکثم قاضی القضاته، بهش میگه که این شعر رو کی گفته؟ شعر اینه: قاضن یر الحد فی الزنائه ولا یرا علا من یلوت من باسی. من خجالت میکشم ترجمه کنم، واقعا خجالت میکشم. قصیده است. گفت اونی که گفته که لا احسب الجور ینقضی و علی الامت وال من آل عباسی، فکر نمی کنم ظلم تموم بشه تا یه نفر از بنی العباس حکومت میکنه. شما از این قوم و جماعت در طول تاریخ هیچ اثر فرهنگی نمیبینید. حتی چیزهایی که مال خودشونه که به دروغ ساخته شده، باز منشأش کیه؟ ایرونیه، مصریه، آفریقاییه. یک دونه. این همه کتاب داره اسلام، شما یه دونه کتاب به من نشون بدی که این رو یک عرب نوشته باشه، خواهش میکنم. آقای پسر موسراق داری بدون کتاب؟ بعدن پیدا بشه. بله ممکن. تمام تکیه شون به صحاح ست دیگه، 6 تا کتاب، همه اینا خراسانی هم. غیر از یه نفر که اون هم اهل قزوینه، تحصیل کرده نیشابوره، ابن ماجه. بله درست. تفسیرشون مال یه مازندرانی است، تاریخشون مال یه مازندرانی است. اگه شما بخواید نگاه کنید، این تاریخ علمی، یعنی شما این جامعه رو بگذارید در طول تاریخ یه دونه اثر، یه هنر، یه دونه مسجد ساخته باشن، یه دونه، نه یه لباسی مال اینا باشه. یا توبان میگه یا سروال میگه، هر دوش هر چیز فارسیه دیگه، یا شلوار شده سروال یا تنبان شده توبان. بنده در خیلی سال پیش، مصری ها یک مجموعه ادب برتر نظم عربی رو منتشر کردن، مثل اینکه ما در صدد باشیم که بهترین اشعار فارسی رو جمع کنیم.
ای بابا همه گوینده ها ایرانی بودن، یا تحصیل کرده مدارس ایران بودن. میگه لامیت العجم، با این شروع میشه، اصالت الرأی صانتنی عن الختلی و حلیت الفضل زانتنی عن الاتلی، مجدی اخیرا و مجدی اولا شرعو و شمس رعد الضحا که شمس فتفلی. شما یه نحوی عرب به من نشون بدید، یعنی کسی که گرامر عربی رو بلد باشه به این عرب باشه. کسائی ایرونی، سیبویه ایرونی، شما یه شیرینی عربی به من نشون بدید. یه شیرینی، یه غذای عربی به من نشون بدید در طول تاریخ. این موش رو زنده زنده میخورده، سوسک میخورده، خرچسونه میخورده، مارمولک نه آقای، نه فکر نکنید چاره ای نداشته، چون در جایی بوده که نه آب بوده نه خاک. جلوی پیشاب شتر یه چیزی با چرم درست میکرده که وقتی تشنش میشه چی بخوره؟ شاش شتر رو بخوره. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، مال فردوسیه، خدا رحمتش کنه. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسانیده کار. از آن عرب اصطلاحی است که رومیا به اینا دادن، یعنی وحشی. مثلا عرب معناش اینه، این درست کرده که عرب اولاد یعرب ابن قطانه، تو رو به خدا مسخره رو بید. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسانیده کار. که تاج کیانی کند آرزو توفو بر تو، ای چرخ گردون توفو. این قصه که نقل می کنم اینن در مروج الذهب مسعودی مقبول الفریقینه. میگه اسماء بنت امیس خودش رو تمیز کرد و در جمع آمد کنار زبیر نشست. زبیر بهش گفت نح تنحی عنی، یه ذره فاصله بگیر، آقا من خجالت میشم باقیشو بگم. نمیگه، گفتم کجاست برید پیدا کنید. متن قرآن از یک وحشیگری حکایت میکنه که اصلا چی بگم بش، اصلا نمیتونید فرض بکنید. میگه ولا تو باشروهن و انتم آکفون فی المساجد ده، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، مادرتون رو نگیرید، دخترتون رو نگیرید. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم ان قتلهم کان خطئا کبیرا، نه دختر، پسرتونم نکشید. همین که مستحصل میشد چند تا از بچهاش مرد خفه میکرد. ای بابا، این جامعه است. کفش نداشتن، خوب برزم توجه کنید، لباس نداشتن، هنر خیاطی نبوده، مخیط مال گداها بوده. شما اگه بخواید حد انحطاط رو تو این جامعه ببینید، به احکام تخلی در رساله ها در سطر عورت مراجعه کنید، اونجا خوب میتونید بفهمید چی. والواجب من سطر اللوم دون البشره، این عبارت اصحاب عروه است که من خوندم. همه انحطاط رو، من به کی اگر 100,000 تومن نه 1,000,000 پول بدم حاضر اینجوری بره تو خیابون؟ تازه اینم نداشتن. بابی تو فقه هست به نام صلات اوراد، تو این فرقی بین زن و مرد نیست. من والا من خجالت میکشم، توی کتابخونه آقای قفاری بودم، خدا انشاءالله که سلامتش بداره، مرد نورانی پاکیه. بله، شما هیچ وقت به یه زنی میگید که انقدر لوندی نکن، مردا رو جذب نکن؟ قرآن میگه به زنای پیغمبر این کارو
من چی بگم به شما؟ فیت معلذی فی قلبهی مرز، چی بگم بهتون؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، فتوح چی چی؟ دروغ به این گندگی؟ شما یک اثر هنری، یک دونه بعد از رحلت رسول الله از این قوم و جماعت به من نشون بدید تا الان. لباس مال ایرون، معماری مال ایرون، ادبیات مال ایرون، همین حدیث های دروغ باز مال ایرون، همین تفسیر مال ایرون، همین تاریخ مال ایرون، نه همین مقامات مال ایرون، یعنی درک مقام نداشتن. باید کم کم درآمد این وابسته های بنی امیه رو از اقطاعات، یعنی وقتی جایی رو می گرفتن می گفتن تمام مردم برده ما هستن، حق داریم همه شنو بکشیم، همه زمین ها مال ماست. من به مبالغات، چون به قدری مبالغم، وقتی از اون ورم که شروع میکنن به حرف زدن در دروغ گفتن و دروغ پردازی قوقا هستن. مثلا میگه طلحه درآمدش از سواد، یعنی عراق موجود، روزی 1,000,000 دینار بوده، الف دینار. این مبالغه است؟ این اصلا عراق موجود با همه امکانات صنعتیش این درآمد رو برای تمام جمعیتش نداره، ولی به هر حال ببینید اینجور بود، اینجور میخوردن تمام قسمتهای رو. وحشی، خونخوار، بی امان، حمله میکرده، میدزدیده. فکر نکنید حالا هم همینه. پدرم نقل کرد که خب عده میرفتن نجف، از نجف به مکه مشرف میشد. در منزل اول عرض شد که اون حمله دار اومد تمام کاروانی ها رو یه جا کپه کرد، جمع کرد و شترها رو دور اینا چکرد. یه اصفهانی از شترش نیمد پایین، همجور رو شترش با پوسین چی کرده بود؟ هوا میدونید صحرا وقتی شب باد بیاد خیلی خنک میشه، رفته بود با پوسین. هیچی، کسی اومد از این عربا این اصفهانی رو با پوستین زد زیر بغلش و دوید. آقا چه دوی میزد؟ اصفهانی گفت بده سگ منو بردن، فریاد میکرد. پدرم گفت که این حمله دار عرض این چیز رو پرید. اولا نگاه کنید حالا ما میریم ورزش میکنیم که با چوب بتونیم بپریم، نمیتونیم. گفت عرض این دایره ای رو که چیز حاجی ها رو این وسط کپه کرده بود و دورش ازت شطور گذاشته بود، عرض شد که این عرض رو پرید، یعنی اون بر بود پرید این طرف. بعد همینجور صدای مسدس اومد، پیشترها شیش تیر بوده، عربا بهش مسدس میگفتن، هی زد و هیچ نشد. و بالاخره بعد از یک مدتی دیدیم که حاجی رو با پوسین زیر بغلش گذاشته و آورده. خب چطور شد؟ گفت چی، تاریک بود، هر چی تیر میزدم میترسم به این بخوره، من مثلا هوایی میزدم تا رسیدم به این و با مگوار اون چوبیست که سرش کنده قیر هست و بهش میخ هست، گفت با این نواختم تو کتف این عرصبت که حرامی، یعنی همون که دوزی میکرد، این دید که نزدیک شدم ول کرد این رو، این افتاد با پوسین زمین، منم ولش داشتم آوردمش. اینا خیلی روشن بهتون بگم، شما تو سلاطین بن العباس بیاد نگاه، اون 27 سالش بوده، اون 32 سالش بوده، اون 35 سالش بوده، تا سقط شدن همشون، یه اندازه ای داره. قصه گو آزاده، گفتم که روزنامه پارس مال تفضلی از صورت که میخواست علیه شهربانی شیراز مقاله بنویسه، نوشت خواب دیدم.
وقتی گفت خواب دیدم باقیش هرچ نوشته بود خب محمول بر خواب بود، میگفت خواب دیدم دیگه، دعوا نداره، من خواب دیدم. گفت من خواب دیدم. حالا قصه خیلی راحت، شما الف لیل و لیله رو بگیرید بخونید، اون جامعه بغداد رو کاملا نشون میده. نه اغانی ابوالفرج رو بخونید که باز ابوالفرج چیه؟ اصفهانیه. البته ادعا شده که اصلا اصفهانی نیست ولی تربیت شده نژادن اصفهانی نیست ولی تربیت شده اصفهانه. اغانی رو بخونید ببینید چه دریدگی و بی‌حیایی توش میبینید.